به نام خدا، سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید که مدافعین حقوق بشری زنان در افغانستان با تهدید و سوی قصد مواجه هستند و سوی دولت حمایت نمی شوند و هیچ زن در بیرون از خانه خود را مسئول احساس نمی کنند. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، می گوید که از عملکرد حکومت در 7 ماه گذشته در زمینه حقوق بشری راضی نیست و می گوید که فرصت ها را در این زمینه از دست دادیم. من مصطفی فایزی هستم در برنامه نگرش. مهمانان من در استودیو آقای پرتو نادری، پژوهشگر و نویسنده، و خانم همیرا قادری، استاد دانشگاه. مهمانان گرامی، سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای نادری، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. یک بحث کلی، دقیقاً وضعیت حقوق بشری در افغانستان از دید شما چگونه است؟ آیا راضی هستید از این وضعیت یا خیر؟ به نام خداوند بزرگ، من فکر میکنم که این پرسش شما بسیار پاسخ روشن داره. چی کسی میتواند که از چنین وضعیت راضی باشد؟ دست کم ما 2 روز مانده به نوروز شاهد یکی از فجیع ترین وضعیت در شهر کابل در نزدیکی ارگ بودیم و در بسیار نزدیک با مرکز فرماندهی پلیس شهر کابل، و اون کشته شدن یک دختر به نام فرخنده که اساساً یک شرمساری بزرگی نه تنها برای دولت افغانستان، پلیس افغانستان، بلکه شرمساری بزرگی به مقیاس تاریخ برای هر شهروند افغانستان هست که یک چنین حادثه‌ای رخ داد. با کمال تأسف که از 10 سال گذشته به این طرف، حالا که چه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بیرونی و درونی داره، یک مسئله، ما سال به سال شاهد افزایش خشونت علیه زنان بودیم. هرچند میخوام این را بگویم که ما در کشوری زندگی میکنیم که شاید از این نقطه نظر یکی از بدترین کشورهای جهان باشه، و مسئله حقوق بشری در افغانستان تنها این نیست که زنان حقوقشان مثلا نقص میشه، بلکه در مجموع این جامعه از نظر حقوق بشری شاید در شمار بدترین کشورهای جهان در حال که حکومت افغانستان در این 14 سال همواره داد از این میزنه که من اینجا میخوام حقوق بشری در افغانستان تأمین شوه، اما چون این کار نشده، فکر میکنید که انگیزه وجود نداشته یا اینکه قصدن نخواستن که چون این کار شوه؟ با دریغ من گاهی فکر میکنم که بسیاری از مفاهیم در افغانستان با یک نوع سیاسی به طرفی از اون نگاه میشه. مسئله حقوق بشر هم بیشتر، یا مسئله حقوق زنان هم بیشتر به نظر من نمایشی و سیاسی بوده، و دولت، چی دولت امروز و چی دولت دو دوره دولت آقای کرزی، بدترین برخورد با این مسئله داشتن. مثلا ما شاهد رها شدن افرادی بودیم که اونها مثلا به صورت گروهی بر مثلا زن، بر زنان و دختران و کودکان تجاوز کرده بودند، و همین حالا در شهر کابل خانواده هایی است که همه روز فریاد میزنند که اگر به داد من نمیرسه، مثلا به تجاوز به یک دخترک یا کودک 6 ساله تا 2 ساله آمدن، و به دادخواهی هیچ کسی نیست که صدای اینا را بشنوه. و من فکر میکنم که در 10 سال گذشته نبود حاکمیت قانون و بزرگترین زمینه را مساعد ساخت و تمام افرادی که حالا تجاوز یا خشونت یا تجاوز جنسی یا این چیزها که چی عوامل روانی و مثلا فیزیولوژیک یا مثلا اجتماعی داره، او یک بحث دیگه است که اون باید ریشه یابی شه. ولی دست کم باید چنین افرادی باید به جزاهای سنگینی می رسیدن تا گفتیم مردم پند می شد برای دیگرها. دولت به خیالم بسیار زیاد جدی نگیره. فقط به این ما خوش بودیم، یا زنان به این خوش بودن که در تالارهای بسیار باشکوه محفل های بزرگی گرفته می شد و چند آقا یا خانمی می آمد و جز سخنرانی می کرد و می رفت. من نمی دانم حالا در گذشته افغانستان که آیا چنین چیزی بوده، و دست کم شنیدن یک چنین خبرهای سر تا سر مردم افغانستان تکان میده. مشخصا بالا جواب ره، حکومت یا در کل دولت افغانستان نخواست که چنین شوه یا نتوانست؟ من فکر میکنم که اگر حکومت بگویم که نخواسته، که این یک سخن بسیار سنگین است، ولی فکر میکنم که
دولت در بسیاری مسائل و از جمله این ارزه این را نداشت که مثلا از اتباعی خود یا از شهروندان از حقوقشان حراست بکنه و قانون تطبیق بکنه و بسیاری از این کسانی که دست به خشونت علی زنان و عمدتاً مثلا مو شدیدترین و مو وقیه ترین خشونتش که مو خشونت جنسی یا کشتن یا بریدن اعضای بدن زنان بود یک تعدادی از این با وسیله کسانی صورت گرفت که به نحوی اینها با گروه ها و مثلا افرادی مثلا بالایی رابطه داشتن یا ای که با وسیله از اونها رها شدن حتی من به خاطر دارم که بار وکلای پارلمان یا نمایندگان مردم در مجلس رفتن و یک گروه متجاوز و متجاوزان جنسی را از زندان از نزد آقای کرزی رها کردن خانم قادری چرا تعداد از زنان البته در افغانستان کسانی که در رده بالا هستند به خصوص در جامعه شناخت دارند از محافل سیاسی نمایشی یا از محافل نمایشی خوش میشوند در حالی که اونجا حقوق در کل حقوق بشر به خصوص حقوق زنان پامال میشه چرا بسم الله الرحمن الرحیم شبتان بخیر اجازه بدید که ما بحث جنسیتی نکنم یعنی اینطور بس کنیم که زنان افغانستان و مردان افغانستان در یک زندگی قبیله‌ای به سر میبرند و این زندگی قبیله‌ای باعث شده که بحث مسائل حقوق بشری اول بحث فرهنگی اجتماعی و در نهایت سیاسی باشه در جامعه‌ای که به صورت قبیله‌ای داره اداره میشه بحث‌ها سلسله مراتبی است یعنی که تمام آنچه که بهتر و برتر به مردها میرسه و در نهایت اگر آنچه که بیشتر نمایشی هست به زنان میرسه و گاهی خود زنان هم جزو اموالی هستن که به مردها میرسن و مسائل حقوق بشری در قبیله طوری بیان شده که مسائل حقوق بشری که یعنی انسانی است طوری بیان شده که از بیرون آمده یعنی غیر است و هر آنچه که در یک قبیله غیر باشه به نوعی دشمن تلقی میشه مشکل اساسی ما در افغانستان این بود که ما نتونستیم حتی مسائلی که به نوعی غربی گفته میشه اینا رو نشان بدیم که انسانی است ولو که از شرق غرب جنوب یا شمال وارد کشور شده این مشکل در کجا بود چرا ما نتونستیم به خاطر اینکه تمام تمرکز ما متاسفانه بر ساختارهای سیاسی و امنیتی بود که به شدت هم شکست خورده ما هزینه های هنگفتی رو در کشور داشتیم که صرف مسائل سیاسی و امنیتی شد و اصلا مسائل اجتماعی و فرهنگی ما که ساختارهای اساسی و بنیاد یک جامعه را پیریزی میکنند بررسی نشد در تمام کشورهای دیگه بحث‌های پژوهشی بالاترین هزینه ها را در بر میگیره در حالی که در افغانستان بحث های پژوهشی و خصوصا آسیب شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی ما هنجارها و ناهنجارها را از هم تشخیص دادن هرگز به اونها توجه نشد و به هیچ عنوان کد هزینه بر از اونها در نظر نگرفته شد شاید ما محققین نداشتیم و البته نبود بودجه باعث میشه که هیچ پژوهشگری هم در این زمینه نخواهد که از نظر زمانی سرمایه گذاری کنه بنابراین ما میخوایم بگم زنانی هم که در این کشور هستن در همین جامعه به نوعی قبیله‌ای پرورش پیدا کردن و اگر قرار از چند تا مسئله نمایشی خوششان بیایه به نوعی در این قبیله پرورش یافتن و این نگاه کلا عمومی تره بله پس از عملکرد اون تعداد زنا چقدر راضی هستن البته اون تعداد زنا که من نمیخوام که بعضی از اونها در محافل نمایشی من نمیخوام که در این برنامه به زنانی که عملا در این کشور مرتب مورد تهاجم های فکری و جنسی قرار می گیرن من متهمشان کنم می خواهیم بگم فقط این زنان در قبیله زندگی کردن که همه چی مردگونه بوده و اگر اکت هم می کنن به نوعی اکت مردان است ما 14 سال فرصت کافی نبود به خاطر از اینکه بالاخره می مفکوره قبیله‌ای را اندک تغییر بدن دقیقا مشکل همینجا است یعنی در افغانستان یکی از مسائل اساسی که میتونه ما را از بحران و این بنبست اجتماعی و فرهنگی نجات بده نگاه کردن به نوع آموزش ماست در افغانستان بحث های کمی آموزش جریان داره و خوبم هست حادثه شهید فرخنده در پایتخت این کشور اتفاق افتاد و اتفاقا توسط جوانانی صورت گرفت که وقتی که ما داد بحث های حقوق بشری را زدیم شاید اینا بچه های 6 ساله یا 7 ساله بودن در طول این زمان چون بحث کیفی آموزش ما مطرح نبود ما متاسفانه همین جوانانی که امروز در بند هستند و در انتظار بدترین نوع مجازات قرار میگیرن میتونستن نو نهالای کشور باشن یعنی مشکل اساسی نوع آموزش ما بوده بله ما دقیقا. بهترین فرصت از دست دادیم شما گفتین ما داد زدیم اما نتیجه این داد چه بود ما شما شاهد بودیم که حتی در شهر کابل در نزدیکی شاید در 1 کیلومتری ارگ ریاست جمهوری و در 500 متری
قماندانی امنیت شهر کابل اون در یک اتفاق اون در یک حادثه به اتفاق افتاد. چرا این داده شما نتیجه نداد؟ ببینید، من اصلا روی موضوع تاکید نمی کنم که این حادثه در یک کیلومتری قصر ریاست جمهوری بود. من میخوام هدف ما از اون داده بود که شما گفتین دادهای زدیم که میخوایم بگم که این حادثه در یک قدمی پاهای تمام مردانی بود که اینجا بودن. یعنی میخوایم این موضوع رو مطرح کنم که بحث‌های نظامی و سیاسی بسیار متفاوت با بحث‌های فرهنگی و اجتماعی است. ما قبل از اینکه بخوایم دست به دامن بحث‌های سیاسی بشیم، باید فرهنگ و اجتماع خود در نظر بگیریم. در افغانستان هنوز مسائل حقوق بشری، مسائل غیره، مسائل غربی، مسائل انسانی نشده. بله، تشکر. بیننده های عزیز، وقفه داریم. پس از وقفه برنامه نگارش همچنان ادامه داریم. بعد از برنامه نگارش خوش آمدید. در برنامه با ما آقای رحمت الله بیژنپور، کارشناس مسائل حقوق بشر نیز اشتراک کردن که خوش آمدید. آقای بیژنپور، چند لحظه پیش خانم قادری گفتن که بحث حقوق بشر در افغانستان بحث غیر است و به نحو از آنها میگن که این موضوع یعنی حقوق بشر غربی است. واقعا چنین است در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سرکار دکتر سیم قادری و همتطیب استاد محظم استاد پرتوی نادری و شما و بینندگان. اگه اجازه بدین یک کمی پیشتر بریم در رابطه با اینکه آیا مشکل حقوق بشری افغانستان در آموزه هاست یا در عادت هاست، در رابطه های اجتماعی است، در نهادها و نهله هاست، در کجاست؟ توضیح بزرگان واقعا دقیق است. به هر روی مشکلات زیادی وجود داره، هم دست کم گرفتن مردم به لحاظ اجتماعی از سوی سیاست های ناسنجش شده ای که نظام ها عمل میکنن. به هر صورت نظام ها کوشش میکنن افراد را در زاویه خودشان نگه بدارن و اجتماعات کلان فراموش میشن. حقوق بشر یک پدیده هست که به هر روی باید در پیشاپیش همه ارزش ها محل داده شود و به او تمکین کنن. اما متاسفانه در افغانستان حقوق بشر همون ترتیبی که فرمایش خانم قادری بود یک نگاه عجیبی بیگانه نسبتی به اوست. البته بیگانه هست به ترتیبی، یعنی به یک نحوی، چون مسائل حقوق بشر در کنار تحولاتی که در دهه پسین از بیرون به اصطلاح شعای وجودی این ماجرا را در افغانستان نشان داد، به یک نحوی ترجمانی نادرست شد. دو، مشکلی اصلی این بود که آموزه های اعتقادی مردم از در به اصطلاح محراب و مساجد به یک نحوی در تقابل با این مسئله توضیح شد. دولت همچنان به اصطلاح با یک بی اختیاری و یا غفلت به این مسئله نگاه میکرد. در تمام مساجد افغانستان که ماشاءالله بسیار مساجد فراوان داریم و در 24 ساعت شما میدونید که 5 گاه ای عبادت انجام میشه و خطبا حرف و حدیثی رو میگن که اتفاقا بسیار مغایرت داره با این ارزش ها، چون در حقیقت مبلغ مذهبی ما تا هنوز نمیدونه حقوق بشر. پس شما اشاره میکنین که درک درست از واژه اصلی حقوق بشر در افغانستان صورت نگرفته و این ملاها و در کل هر شخص به نوع از آنها تعریف از حقوق بشر را کرد. مثلا من دو تا برداشت روی کرد وجود داره در این زمینه. هم درک نادرست و یا فهمی کوتاه در رابطه با مفاهیم چون حقوق بشر و اینا از یک طرف، و هم بدآموزی هایی که در جامعه وجود داره. یک گرایش سنتی در آموزش های اعتقادی ماست که نونگری صورت نمیگیره. ما بیرون از حوزه او سنت هایی که بیشتر مشمعیز از عادات ماستن تا مثلا تجربیات مشترک علمی برآمده از جامعه بشری و امت اسلامی، بنابراین نگاه ما نگاه سنتی است به این مسئله و مسئله حقوق بشر یک مسئله سنتی نیست. هرچند که دیدگاه های حقوق بشری در آیین اعتقادی مردم وجود داره و اسلام پیشاپیش خیلی ارزش ها را به عنوان ارزش های بشری عنوان کرده و خلقت بشر و احترام بشر و خیلی مسائلی هست که باید اونا توضیح بشن، اما چون دیدگاه تعصبی بیشتر مطرح است، مبلغان مذهبی ما کوشش میکنن که با بدبینی در باب غرب ارزش ها را غربی تلقی کنن و بعد در مردم به خورد مردم ارزشی بدی تلقی کنن. آیا هرگاه چنین است، بالای خود واژه حقوق بشر بیم، این در تضاد با اسلام است یا خیر؟ مثلا من
این عالمان دین و این ملاها از منبرهای مساجد چون این حرفایی را بیان میکنند؟ مسلما اختلاف در دین و حقوق بشر نیست، اختلاف در قرائت‌های برداشت از دین در رابطه با دین و حقوق بشر است. روحانیت افغانستان یا در افغانستان روحانیت ما متاسفانه سرشار از بی‌اطلاعی و از آگاهی های به اصطلاح سکولاریستی است، به یک نحوی و وابسته به یک نسل گذشته، وابسته به دوران گذشته. هیچ گونه نو اندیشی در حوزه اعتقاد مردم در رابطه با این که پدیده های امروزی را از حوزه دین امروزین تلقی کنند کمتر وجود داره، وجود نداره. بنابراین وقتی ما از آدرسی که مقدسات مردم را در او به اصطلاح به یک نحوی پالش میکنیم و به خورد مردم میتیم، بعد در رابطه با ارزش‌های دیگر آلایش به کار میبریم و به خورد مردم میدیم، این دیدگاه متناقض و پارادوکس است که در حقیقت بینش ها را در رابطه با ارزش ها متاثر میکنه. آقای بژنپور، شما چند لحظه پیش گفتن که حقوق بشر در افغانستان مردم فکر میکنند که بیگانه است، ولی گفتن که بیگانه هم هستم. یا قبل از این حکومت ما شما واژه در افغانستان به نام حقوق بشر کاربرد نداشت؟ خب اگر از جنگ‌های داخلی هم بگذاریم به گذشته، آیا ما شما از حقوق بشر در افغانستان حکومت‌های مستفاده نمی‌کردن؟ بالاخره اینا نمی‌خواستن عملی بسازن؟ متاسفانه مسئله حقوق بشر به صورت واقعی در نظام‌های پیشین نبود و نه رعایت می‌شد و نه هم به محل اجرا می‌رفت. یک چیزی بود به صورت به خاطر اینکه ما جامعه جهانی را به یک نحوی راضی کنیم، او را نمایندگیش در افغانستان می‌پذیرفتیم، ولی در حوزه اجرا زمینه نداشت. در حال حاضر نیز موجودیت کمیسیون مستقل ملی حقوق بشر در افغانستان سازوکارهای مساعد برای بردن مفهوم ارزشی حقوق بشر درون این اهله های اجتماعی بسیار محدودیت داره. اول شما ببینین وقتی روحانیت با یه سازگار نیست، مانی اول روحانیت هست. درک متناقض، درک متفاوت، درک پارادوکس در باب حقوق بشر و ارزش های اعتقادی مردم که مردم جامعه مسلمان هستیم، این مانی اول است که متاسفانه برای پیشرفت به اصطلاح تطبیق ارزش های حقوق بشر مشکل سازی میکنه. مسئله دوم، سازوکارهای ابزار و به اصطلاح او دستگاهی است که حقوق بشر در افغانستان باید ترجمانی بکنه. حقوق بشر با یک کمیسیون فعالیت میکنه. این کمیسیون به لحاظ مثلا تحلیل های بسیار سنگین از درون و اعماق جامعه یک مقدار به اصطلاح شاید در چاشنی های کمتر باشه، یعنی در یک سطح پایین تر باشه. برای این مبلغان بسیار نیرومند کار است، سازمان دهندگان نیرومند کار است، در کل دسته های هماهنگ این کار است که در لایه های گوناگون جامعه نفوذ بکنند و ارزش ها را در خورد مردم بتن به یک نحو مردمی کنند. وقتی مردم نپذیرن حقوق بشر چیست، شما در کجا تطبیقش میکنین؟ همی هم است که شما هر قدر حقوق بشر میگین، واکنش ها، عکس العمل ها و به اصطلاح عمل کرده های منفی، خشونت ها بیشتر رشد میکنند و تازه دارن تا سطح جنون نزدیک میشن. تشکر. آقای نادری، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفته که در افغانستان هیچ زن مسئول نیست و هیچ زن مسئولیت ندارد. واقعا افغانستان وضعیت حقوق بشری در افغانستان این گونه است که هیچ زن زمانی که از خانه بیرون میشود اگر مسئولیت نداره؟ ببینین، از یک نقطه نظر حقوق بشر به مفهوم واقعیش در هیچ کشوری تطبیق نمیشه. در هیچ کشوری آدم میتونه که اینطور بگه. حالا سخن و جنابشان همون گونه که ما گفتم این یک سخن بسیار مطلق است، یعنی یک مطلق. ولی در کلیت اگر وضعیت عمومی فرهنگی و اجتماعی و این چیز افغانستان را در نظر بگیریم، این سخن میتونه صادق باشه، به دلیل که خشونت رده ها یا پله های بسیار زیاد متفاوت دارد. شما با نگاه حریصانه که طرف یک دختر نگاه کنین، خودی از خشونت است. شما که یک جمله که ذهن کسی را، ذهن یک دختر یا یک زن بی‌آزاره، این خشونت است. بینان خشونت میتونه لفظی باشه، خشونت میتونه روانی باشه. شما با یک حرکت، با یک چیزی کسی را ناراحت میشه، این نوع خشونت است. خب این خشونت همونطور میه بزرگ شده که بالاخره ما به درجه بسیار زیاد شدیدش میرسه که ما و شما در کشور خود بسیار شاهد چنین چیزی بودیم. من فکر میکنم که افغانستان بدترین جای برای زنان است
بدترین جای برای کودکان است، بدترین جای برای کهنسالان است، بدترین جای برای جوانان است، خوبترین جای برای مافیا است، خوبترین جای برای شبکه های قاچاق است، خوبترین جای برای مافیاهای قومی است، خوبترین جای برای دزدان و غارتگران زمین است، خوبترین جای برای معاملگران سیاست است و این چیزا. ولی برای دیگه مردم بدترین جای است. شما حالا شما در با انواع مختلف شما مثلا خود شما مثلا مورد خشونت قرار میگیرین در راه در هر جا، یعنی هر انسان حتی برخورد و سلوک شما که در یک دفتر کار کنین هر روز شما مورد خشونت قرار میگیرین با وسیله آمیرتان، با وسیله یک همکارتان و همه جا. اون درایور یا راننده که شما را به خانه میبره گاهی مورد خشونت شما قرار میگیره. یعنی این گپا برمیگرده یک بخشی از این با اون فرهنگ مجموعی که ما داریم. ما اساساً با یک رویه چی بگم، یک رویه خشین تربیت شدیم. افغانستان سرزمین خشونت ها بوده همیشه، تحولات سیاسی اینجا بسیار خشین بوده، جنگ های بسیار خونین بوده و از همین خاطر انسان های هیجانی و انسان های خشمگین و مثلا احساساتی رو میگن بسیار آدم با غیرت است. فکر میکنید که این تربیت تا چه زمان دیگر ادامه خواهد داشت؟ ببینین بزرگترین یا وحشتناکترین نیرو در یک جامعه نیروی امو عادت اجتماعی است. وقتی که یک چیز به عادت اجتماعی تبدیل شد او در حقیقت به یک نیروی مادی تبدیل میشه. آیا این عادت شما نیاز اجتماعی قرار نیست که تغییر کنه؟ این عادت اجتماعی قابل تغییر است. این عادت اجتماعی تغییری از این وقت میخواید و تغییری از این آموزش های منظم و چی میخواید و دوامدار میخواید. من میخوام بگم که تنها وظیفه دولت افغانستان هم نیست که مثلا در این مسئله مبارزه کنه. من فکر میکنم که وظیفه هر فرد آگاه افغانستان است که این کار را بکنه. من از حادثه شهادت فرخنده به این نتیجه رسیدم که یک تعویض نویس یک کبریت روشن کرد با یک جمله نادرست، با یک جمله مثلا شیطانی و بعد انبانی از بارود بود که در سینه ها این انفجار میکرد. من که ویدیوها را دیدم در اونجا جوان 18 ساله بود، 20 ساله بود، مرد 40 ساله، 50 ساله بود و حتی مرد بالاتر از 60 هم بود که از سیمایش معلوم میشد که یک مرد. شما بینین در حقیقت اون فرخنده خداوند غریق رحمتش کنه قربانی خشونت چندین نسل شد. من فکر میکنم که او حادثه اصل ذات جامعه افغانستان را بیرون کرد. حالا میخوام ایرم بگویم که اگر چنین اتهامی به یک مردم وارد میشد همین سرنوشت می داشت. پس مشکل بنیادی است در افغانستان. من فکر میکنم که ما این خشونت، حالا این یک بحث است که آیا خشونت یک چیزی ذاتی در خمیره و هستی آدم است یا خشونت محصول شرایط خشین است که انسانها در او تربیه میشن. ما همیشه مشکلات خود را از طریق خشونت حل میکنیم. کودکان خود ما همیشه با مشت و لگد خاموش میسازیم، حتی مادرها این کار میکنن و با این خاموش میکنیم. ما از کودکی به این نتیجه رسیدیم که باید همیشه مشکلات خود را نه با دیالوگ، نه با تفاهم، بلکه با خشونت حل کنیم. حالا ما همین گونه جامعه داریم و این جامعه در ظرف 30 سال گذشته که جنگ آمده و یک فرهنگ خشین جنگی را هم بالا آورده و بزرگترین ارزش های انسانی و فرهنگی ما در این طول جنگ مزمحل شده. از او خاطر ما شخصا میخوام بگم که بعد از او حادثه ما بسیار حراس میکنم که هر آن ممکن است که شما هم در روی بازار مورد چنین اتهامی قرار بگیرین که مثلا قرآن را به حرمتی کرد، به خداوند چیزی گفت و یک گروه بیاید به آن که خرد داشته باشند و خرد خود پا کار پرتند مثل یک انبانی از آتش مثلا برای سر روی شما بریزن. خواهی نادری، شما چند لحظه پیش گفتین که نه تنها مسئولیت دولت است که به خاطر بهتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان کار کنه یا بالاخره اطلاعاتی کنه، بلکه مسئولیت هر فرد آگاه است. در این 14 سال این افراد آگاه یا وظیفه خود یا این مسئولیت خود انجام دادن یا خیر؟ ببینین یکی کارهایی است که افراد و اشخاصی به صورت انفرادی انجام میتن. یک کسی که مثلا یک نوشته مثلا برای تفاهم انسان ها مینویسه خودش یک کار است. ولی من میخوام بگم که این حادثه ها که آمد و دست کم این حادثه خونینی اخیر، فکر میکنم که تمام نهادهای مدنی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان، دیگر سازمان های اجتماعی افغانستان یک بار بر بگردن و ببینن که ما چقدر فرهنگ سازی کردیم در ظرف 12 سال گذشته.
چقدر فرهنگ سازی کردیم. ببینین ما در یک نظام دموکراتیک باید امروز فرهنگ شهروندی را ما نهادینه می ساختیم، ولی امروز میبینیم که خشونت و مثلا فساد و چی و چی و چی آمده و اون نهادینه شده. این ضرورت داریم که ما بیاییم و آسیب شناسی کنیم و ببینیم که مشکلات در کجاست و این به بحث های بسیار گسترده تشکر. نیاز دارد. خانم قادری، فکر میکنید خشونت ذاتی است یا این که محصول شرایط خشن است؟ آقای نادری گفتن حتی مادرها حرف خود با اطفال خود از طریق دیالوگ نمیخواه برسانه با اونها، بلکه از طریق لط و کوب و خشن میخواهند با اونها حرف خود یا پیام خود برشان برسانه. بفرمایید. اگر فقط بحث خشونت باش به این مفهوم باشه که ما در مقابل هم حرکت‌های فیزیکی انجام میدیم، به این مفهوم است که ما هنوز بازشناسی خشونت‌ها را انجام ندادیم در جامعه. ما انواع و اقسام خشونت‌ها داریم. یکی از اونها یعنی رایج‌ترین خشونت‌ها در جامعه افغانستانی در بین دو جنس مخالف خشونت اقتصادی است. یعنی سال‌هاست در افغانستان که هیچ ربطی هم به مسائل سیاسی و بحث‌های جنگ داخل افغانستان نداره، بحث کاملا اجتماعی و فرهنگی است که اقتصاد یک خانواده را یک مرد پیش میبره و او هم فقط به دلیل ایست که میخواه آمر باشه، یعنی آن که نان دهد فرمان دهد. یعنی این بحث اقتصادی، خشونت اقتصادی در افغانستان وسعت به اندازه کل مرزهای افغانستان داره. این یک بحث خشونت است. بحث یک نوع خشونت دیگه خشونت سیاسی در افغانستان است، یعنی که اجازه ندادن جنس بانوان در بحث های تصمیم گیری های برتر، یعنی که شما اجازه نمیدهید یک گفتمان زنانه که در جامعه به عنوان یک جنس موجود هست وارد سیستم بشه و تمام بحث های کلیدی را در یک جامعه گفتمان مردانه پیش میبره. در حالی که قوانین افغانستان هم چون این چیز را حکم میکند که باید اجازه داده شود تا هر کس در حکومت یا در کل در نظام داخل بشه. اما بهتر است اینه که ببینیم که در بحث عملی کردن این بحث ما به کجا رسیدیم. یعنی آیا در افغانستان آنقدر گفتمان زنانه غالب هست که در کنار گفتمان مردانه بیسته و دوش به دوش این گفتمان تفاهم در جامعه به وجود بیاره؟ وقتی که گفتمان غالب مردانه است، پس اونو به عنوان چند تا قانون و چند تا ماده در نظر بگیرید، نه به عنوان یک کنش واقعا سیاسی در سطح جامعه. یک دیگه از گفتمان خشونت ها خشونت فرهنگی است. در جامعه همه چیز در بین دو جنس سلسله مراتبی است و جنس زن به عنوان جنس دوم مطرحه. خشونت دیگه خشونت اجتماعی است، یعنی حضور زن در اجتماع به عنوان او را آنطور حقیر میشه که او با ساختار جنسی و جسمی خودش درگیر میشه. یعنی میخوایم بگم که وقتی شما انسان ها را در چنین یعنی هیچ زنی نیست در افغانستان که یا دچار خشونت اقتصادی نباشه یا دچار خشونت سیاسی نباشه یا فرهنگی یا اجتماعی. یعنی به نوعی تمام زنان در افغانستان به انواع خشونت ها درگیرن. اما زمانی که ما موضوع حقوق بشری میگوییم، این دیگر تمام اقشار جامعه را در بر میگیره، زن، مرد، پیر، جوان، همه را. یعنی در کل در افغانستان همه با این مشکل. حالا می‌خوام به این نتیجه برسم که وقتی که یک مرد خودش فقط درآمد آور خانواده میشه، تمام بارهای سنگین اجتماعی روی شانه‌اش میفته، این ذهن آرامی نداره. در کنار زنی که مدام احساس حقارت میکنه، یعنی دو تا ذهن آشفته و بی‌سر و سامان در کنار هم هستن. میخوایم بگم وقتی همه ما قرار در یک فضای خشونت‌آمیز زندگی کنیم، عملا هم نظر ذاتی فرزندان خشن رو وارد جامعه میکنیم. خشن نه فقط به مفهومی که مشت و لگد بزنن، خشن به این مفهوم که حتی تحمل گفتمان جنس مقابل را هم ندارن و هم محصول همون شرایط میشه که در اون زندگی مشخصا خشونت ذاتی است یا اینکه محصول شرایط به هیچ عنوان نمیشه در مورد مسائل اجتماعی به این گونه مطلق صحبت کرد. تمام بحثا در مسائل اجتماعی بحثای نسبی هست. تشکر. بیننده های عزیز، وقفه داریم. پس از وقفه برنامه نگارش همچنان ادامه داریم. بعد از برنامه نگارش خوش آمدید. آقای نادری، امروز رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که ما از عملکرد خود در پیوند بر حقوق بشر در 7 یا 6 ماهی که گذشت راضی نبودیم و ما فرصت‌ها را از دست دادیم. دقیقاً این گفته های ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی چه پیام را برای مردم رساند؟ ببینین گاهی فکر میشه که
اعتراف کردن به نارسایی ها گویا مردم میبخشند، نه چنین نیست. حالا بسیار گپ خوب است که رئیس اجرایی اعتراف میکنند که در این زمینه کاری نکردند، ولی شما به حیث حکومت باید برنامه های مشخص خود در این زمینه برای ملت افغانستان ارائه کنین که ما این قدم ها را در آینده بر میداریم تا مردم بفهمند که چی میکنین. اما آیا اون اختلافات درون تیمی میگذارن که اینها چون این برنامه را ارائه کنن؟ ببینین، او اختلافات درون تیمی بیشترینه روی مسائل سیاسی و تقسیم قدرت و چوکی ها و این چیزا که اون فکر میکنم تا 5 سال دیگه او ادامه پیدا میکنه، او هیچ وقت پایین به پایان نمیرسه. ولی در بعضی ارزش های انسانی که هیچ کس نمیتونه با او مخالفت کنه. حالا چگونه میشه که مثلا یک حکومت به خاطر این بشینه که ما مخالفت داریم بگه که من مخالف مثلا تأمین حقوق بشری در افغانستان هستم؟ در این زمینه ها نمیتونن با هم مخالفت داشته باشن. این یک مسئله هست که حقوق بشر یک چیزی ذاتی انسان است. آدم میره به خاطر آن داره که انسان است، یعنی کدام حق نیست که کسی بر یزید داده باشه. منتها این حق باید به وسیله دولت، به وسیله قانون باید حفظ شود. خداوند انسان را خلیفه خیش ساخت در زمین و تاج کرمنا بر فرق او نهاد و علم الاسما آفرید. یعنی ببینید که انسان همون گونه آفریده. هیچ تمایز ما بین مرد و زن و ما بین در مذاهب نیست. میگه انسان همین گونه آفرید. پس انسان این حرمت از طرف خداوند داره، این حق جان که داره از خداوند داره. ما آمدیم و تمام اراده خود به یک دولت سپردیم، یعنی رفتیم رأی دادیم، اراده خود انتقال دادیم به کسانی که اونا رهبری ما هستن یا حکومت می سازن. پس اونا مسئولیت دارن تا از همه حقوق ما دفاع کنن. اما تنها با گفتن از اینکه ما در این زمین ناکام هستیم که ناکام هستین، چرا ناکام بودین؟ مشکل شما چیست؟ در آینده چی برنامه دارن که ناکام بشه؟ 5 سال بعدم اگر آقای عبدالله یا دکتر غنی بخیزه بگه که ما در این زمین ناکام بودیم، این هیچ دردی را دوا نمیکنه. معمولا در افغانستان رهبرای سیاسی وقتی که ناکام شدن همین گونه بند. دکتر نجیب گفت که ما به جای کور گور دادیم، به جای نان مرمی دادیم و به جای لباس ما کفن دادیم. این در آخرین روزهای چی خود میگفت، ولی هیچ درد دوا نکرد دیگه. اما حکومت وحدت ملی 7 ماهه است که میگذره. فکر با این گفته فکر نمی کنید که حکومت وحدت ملی دیگر به پایان عمر خود رسیده؟ اتفاقا در این 7 ماه خشین ترین خشونت ها رخ داد در افغانستان. خشین ترین خشونت ها رخ داد، از تجاوزات جنسی گرفته تا بریدن و چی. یعنی در چی دلیلش میفهمی چرا چنین بود که حس میکردن این افراد که کدام قوت بزرگ در اون بالا نیست که مثلا مواظب چه کنه از ما. یعنی تا زمانی که این حکومت خود جمع جور نسازه، یک چنین رویدادها نه تنها در برابر مجموع جامعه ما حالا در خطر است. همه جامعه در خطر است، هم خطر از داخل و هم خطر بیرونی. حالا دایش بیا چه میکنه؟ حالا مردم میگفتن که مثلا دایش اومده، من گفتم که فرض کنیم این فرخنده را به دست دایش میدادن، دایش چگونه میکشت؟ چی میکرد؟ بیشتر از این چی میکرد؟ خود ما مال در درون خود هر کدام ما یک دایش داریم و این بسیار نیاز است که دولت بسیار مشخص در این باره برنامه‌ای داشته باشه و کمیسیون حقوق بشر افغانستان من فکر نمیم کاری کرده بودانه و بیشتر اگر بزرگترین کارش باید در بخش مثلا آگاهی دهی مردم بوده باشه و یا دست کم بالای دولت فشار بیاره که اگر اون دوسیه ها یا مواردی را گزارش هایی را که داره اون را دولت باید اجرا کنه. بیش از این چیزی کرده نمیتونه. دولت باید در این زمینه بسیار زیاد مسئولیت بزرگ از خود نشان بده. در غیر از او بی ناامنی، فقر، بیچارگی و چی و چی های دیگه همه خود زمینه ساز یک چنین خشونت هایی میشه. تشکر آقای بژنپور. آیا اکنون حکومت جمع جور شده که بالاخره به نحوی از آنها بیان بالای موضوعات حقوق بشری پس از این برنامه ها بسازن و حرف های بزنن؟ حکومت در هر صورت نمیتواند از کنار مسئله حقوق بشر بگذره. به هر روی چی در اختلاف، چی در اتحاد، چی در بحران، چی در ثبات. اما امروز ناکامی خود اعلان کرد. بله، چون یک سالی که گذشت هم در روند انتخابات و هم در پروسه تشکیل دولت هنوز هم میبینیم که کابینه کامل نیست و این معناش این است که ما هنوز ابزار کار مهیا نکردیم و تطبیق سیاست های حمایت از ارزش ها کار حکومت است، کار دولت است. نظام ناچار است که اینا رو با مسابقه او مادر سازمان مدنی در افغانستان تطبیق کنه.
هم مسائل حقوق بشر، هم مسائل حقوق شهروندی مردم، هم ارزش‌هایی که مردم در جامعه دارن، حقوق طبیعی انسان‌ها. اما مشکل فرهنگی است. ما او در واقع فقر فرهنگی را که خانم قادری اشاره کردن به او، فقر فرهنگی داریم، فقر اجتماعی داریم، فقر اقتصادی داریم. نه. هر سه بلا و هر سه مشکل در افغانستان در وجود نوع به اصطلاح آدمای توانمند مافیایی شکل یافته که استاد پیش اشاره کرد به او. وقتی یک کس قادر است و جنایتکار خودش اجازه نده که به زندان ببرین، و یک کسی قادر است که از سکوی نظام و نظامداری افغانستان همه ارزش های همه زیدی ارزش ها را پاسداری بکنه و دولت اجازه نده که در رابطه با برخورد قانونی با دیگران به اصطلاح مبادرت بکنه، کار تمام است. دولت اجازه ندهد یا اون افرادی که شما اشاره کردین جزء از حکومت است و به نحوی از آنها با حکومت ارتباط دارد. حالا شما ببینین در افغانستان یک زمان آموزه جامعه این بود که مافیا یک موجود پنهان است که به صورت تأثیرات اقتصادی و واکنش‌های اقتصادی در برابر قدرت سیاسی عمل میکنه. در افغانستان این مفهوم کاملا روشن‌تر از این است. یعنی مافیا او قدرتی هست که در سیستم تقنینی افغانستان، در سیستم مدیریتی افغانستان، در سیستم حکومتداری افغانستان، در سیستم قضایی افغانستان، در همه دستگاه مانند به اصطلاح سایه در کنار نظام است. بنابراین شما سایه را تا به دیوار نچسبید نابود نمیکنین، نابود کرده نمیتونین. از نظر من در واقع دولت به عنوان یک تکلیف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید مسائل مربوط به حقوق بشر در اولویت قرار بده و به اونا اهمیت خاص قائل باشه. نه. برای تطبیقش حکومت باید همه انرژی را بگذاره تا قانون مداری و تطبیق قانون اساسی را در اولویت قرار بده. چون قانون اساسی را ما تطبیق نمیکنیم، یعنی روند تطبیق قانون اساسی نیست یا حاکمیت قانون نیست، از این جهت مسئولیت داره هر کسی که جرم میکنه، جنایت میکنه، مشکلات دیگری. امروز در همین کنفرانس، در همین کنفرانسی که رئیس اجرایی دولت وحدت ملی سخن میگفت، بخشی از گزارشات حاکی از این بود که در افغانستان هر مسئله دیگری به تحقق خواهد رفت جز تطبیق قوانین. و این مشکل در روبروی نظام وحدت ملی کنونی است و دولت وحدت ملی باید تمام انرژی خودش را متمرکز کنه تا موتور قانون مداری افغانستان رو به پیش ببره. تشکر. خانم قادری، آقای نادری چند لحظه پیش گفتن که در افغانستان یا در کل در جهان ما شما نداریم نمونه ای که 100% در اونجا موضوع حقوق بشر تأمین شده باشه. خب حالا اگر ما از اون مدینه فاضله بگذاریم بیایم به افغانستان، چگونه میتونیم حداقل ما شما حقوق بشر در افغانستان تأمین کنیم؟ حداقل مسئله حقوق بشری در افغانستان فقط بحث دولت نیست، یعنی بحث ملت هم هست. در دنیایی که ما داریم در روز زندگی میکنیم، دیگه نمیشه فقط برای آموزش و آگاهی به داده های حکومت اکتفا کرد. یعنی وظیفه این که شما سطح دانایی شما برای بالا به عنوان یک وظیفه شهروندی بر شما هست، یعنی به نوع تکلیف شرعی هم حتی هست. برای همین اولین بحثی که ما، یعنی اولین کلامم رو به مردم است، یعنی که باید 100% نوع نگاه خودشان به آموزش متفاوت کن. یعنی بحث ما کمی اصلا در نظام نیست، بحث آموزشی نیست. ما در سر تا سر افغانستان، حتی همین اماله در دهکوره های هم افغانستان هم یا خیمه داریم یا یک سقف روی سر داریم. بحثی است که چگونه داریم به بحث آگاهی و آموزش نگاه میکنیم. اما همین آگاهی و آموزش فکر نمیکنید که نیاز به برنامه و پلان داره که از طرف حکومت و در کل دولت افغانستان ایجاد شود؟ من اول گفتم بحثم رو به مردم است. یعنی که ما اگر جای سقفی هست یا خیمه هست، باید مشتاق باشیم که بریم آگاه باشیم. این یک بحثه. یعنی وظیفه شهروندی خود به عنوان نگاه، نوع نگاه خود به آموزش باید به نوع شرعی و دینی کنیم. حتی هست دیگه، میگه برید به چین برای آموزش، ولو به چین اینقدر، یعنی به نوع این آموزش نوع نگاه شرعی است. بحث دوم بحث ما به دولت است، یعنی که این سقف باید تامین بشه. و بحث دیگه است که کسایی که دارن بحث های آموزش در افغانستان هدایت میکنن باید افرادی باشند که صلاحیت و خودشان ظرفیت این موضوع را داشته باشند. آیا در این 14 سال چون این افراد اشخاص در سکتورهای تعلیمی افغانستان قرار نگرفتن؟ نباید که از این موضوع غافل باشیم که واقعاً اینطور هست که ما نتونستیم ظرفیت های راهبردی را برای این مسائل ایجاد کنیم.
بالاترین نیروی کار کرد برای تمام بحث‌ها نیروهای انسانی است. متاسفانه با وجودی که در این افغانستان تمام این بحث‌های ساخت و ساز رو به آبادی بود یا حداقل بحث آبادی بود، ما نیروهای عظیمی رو هم از دست دادیم. یعنی نیروهای عظیم انسانی رو هم از دست دادیم، ظرفیت‌ها رو هم داریم از دست میدیم. بحثایی که مثلا سفارت آمریکا پناهندگی میده دقیقاً به جوانانی میده که بنابراین در این چند سال ظرفیت‌هایشون رفته بالا. ای کاش قانونی باشه که نگذارن جوانان ما. اشاره شما بر اون فرار مغزها هست. بله بله، یعنی ما داریم عظیم‌ترین ظرفیت‌های خود در کشور از دست میدیم. پس اگر ظرفیت هست احساس میکنه بیرون از این کشور برش جای بهتری هست و کسایی که دارن میمانن به نوعی در افغانستان استثناء زیاد هست، اما به نوعی افرادی هستن که مجبورن و کسایی که مجبور هستن نمیتونن سیستم آموزش شما رو درست کنن. و یک بحث هم صحبت من دیگه رو کلام به نهادهایی هست که دارن برای بحث های حقوق بشری در افغانستان در پوشش بحث های جامعه مدنی یا حتی دیگه بحث ها کار میکنن. در افغانستان باید وجدان کاری بسیار زیاد مطرح شد. آیا تا کنون وجود نداشت؟ وقتی که یک سری از نهادها تبدیل میشن به نهادهای پروژه بگیر و افغانستان به عنوان یک معدنی از طلا و نقره برشان بحث میشه، دیگه میتونیم بگیم که گاهی وقتا نه. تشکر آقای نادری. 20 ثانیه میخوام حرف اخیر شما بشنوم. بفرمایید چگونه میتونیم در افغانستان حقوق بشر به نحوی از آن تامین کنیم؟ بسیار دشوار است که ما انتظار داشته باشیم که امسال یا سال آینده در یک مدت کوتاه ما با چنین چیزی برسیم. مهم است که دولت باید حاکمیت قانون باید تأمین شود و مسئله دیگه هم خیلی خوش به نظر من است که ذهنیت مردم آماده شود. از همون بحثیم که پیشتر دوستان میکردن، حقوق بشر اصلا یک مسئله نیست که یک پدیده غربی بوده باشه. شما یک دفعه بر ادبیات کلاسیک زبان فارسی دری و آموزه های دینی بر بگردین، همیشه در این ارتباط بحث شده که انسان چگونه به همدیگر باید کمک کنه، چگونه مثلا حقوق همدیگر مراعات بکنه. ما فکر میکنیم که یک پروسه بسیار طولانی است، باید بسیار آگاهانه و درست و با مسئولیت باید تشکر آقای پیش برده شد. نادری، آقای بیژنپور و خانم قادری از حضورتان در بحث ما. بیننده های عزیز تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به لایبری از بسید.